کمپرسور باد معمولی بگیرم یا سایلنت؟ کمپرسور باد سایلنت یا به اصطلاح بهش اول فری هم گفته میشه، قیمتشون نسبت به کمپرسورهای معمولی 60-70% بیشتره. اما با این حال کمپرسورهای سایلنت مداومت کار پایین‌تری دارن و تو ماکسیموم حالتش میتونین 5 بار عملیات شارژ و دشارژ مخزن کمپرسورتون رو انجام بدین. یعنی مخزن کمپرسور خالیشه، پرشه، خالیشه، پرشه، 4 یا 5 بار ماکسیموم حالتش توی 1 ساعته. این کمپرسور رو توی محیط‌های ساختمونی، مرکز پزشکی مثل دندونپزشکی‌ها که مداومت کار بالایی ندارن خیلی ایده‌آله. اما اگر مداومت کار بالایی دارین باید از کمپرسورهای روغنی استفاده کنید. تو مکانیزم این دستگاه از روغن استفاده شده که باعث میشه دستگاه دیرتر داغ کنه. کلا این دستگاه مناسب کسایی هستش که مداومت کار بالایی دارن و میزان صدا اصلا براشون مهم نیست. حالا اگه مجبور باشید از کمپرسور باد سایلنت استفاده کنید، یه روشای هستش که میتونید از هدر رفت باد کمپرسورتون جلوگیری کنید. مثل چفت و بست کردن مسیری که توش هوا انتقال داده میشه، یا اینکه فشار باد دستگاهتون رو بسته به نیازتون تنظیم کنید که ابزار مورد نیاز ما چقدر نیاز به خروجی هوا داره و بیایم اون رو روی کمپرسورهای بادمون تنظیم کنیم. یکی از مزیت‌های این کمپرسور اینه که تو هوای سرد هم میشه ازش استفاده کرد و به خاطر اینکه تو مکانیزمش از روغن استفاده نشده میشه روی سطوح کمی ناهموار هم استفاده کرد. گرد و خاک به شدت برای کمپرسور ها مضره، برای کمپرسور باد سایلنت بیشتر. استفاده از کمپرسور باد سایلنت تو فضایی مثل فضای نجاری که گرد و خاک توش خیلی زیاده اصلا توصیه نمیشه، مگر اینکه این کمپرسور رو برداریم خارج از محیطی که داریم توش کار میکنیم قرار بدیم و باد رو از طریق شرنگ باد به داخل کارگاه انتقال بدیم. کمپرسورهای اول فری هزینه تعمیر بیشتری نسبت به کمپرسورهای معمولی یا روغنی دارن. از طرفی توی مخزن یکسان که هر جفتشون 24 لیتر به خاطر اینکه کمپرسورهای اول فری توان کمتری دارن، مصرف برق کمتری دارن. من تو بازار کمپرسور بادای سایلنتی دیدم که توان بالایی از حد استاندارد دارن. دقت کنید به این کمپرسور که وقتی توان میره بالا اون صدا هم میره بالا. این دستگاه به اصطلاح سایلنته و سایلنت نیست، یه صدایی داره که به نسبت خیلی کمتر از صدای کمپرسورهای معمولی و روغنیه. از نظر تولید هوا هم این دوتا دستگاه خروجی یکسانی دارن، با هم تفاوتی ندارن. از نظر سرویس کاری کمپرسورهای روغنی یا معمولی باید روغنشون تعویض بشه یا اضافه بشه که تو دفترچه راهنمای هر دستگاه نوشته چه مدتی باید این کار انجام بشه و فیلتر هواشون چند وقت یک بار تمیز بشه. کمپرسورهای سایلنت دیگه نیاز به تعویض روغن ندارن، اما باید فیلتر هواشون تون تون تمیز بشه که دستگاه داغ نکنه. بریم با هم صدای دستگاه رو بشنویم. این نکته تو ذهنتون باشه، زمانی که میخواییم فیلتر هوا رو روی کمپرسور نصب کنید، دریچه ورودی هوا رو به پایین قرار بگیره تا ذرات کمتری داخل فیلتر هوا جمع شه. اگر موافقی تفاوت این دوتا کمپرسور رو با هم جمع‌بندی کنید. کمپرسور بادای سایلنت مصرف برق کمتری دارن، مداومت کاری پایین‌تری دارن، سرویس و نگهداریشون کمتره، هزینه تعمیرشون بیشتره، قیمت بالاتری هم دارن. اما کمپرسور بادهای روغنی
مداومت کار بالاتری دارن، سرویس و نگهداریشون بیشتره، هزینه تعمیر کمتری دارن، قیمت پایین‌تری دارن، اما صداشون خیلی بیشتره. خروجی باد کمپرسور سایلنت با روغنی هم که تفاوتی با هم نداره، خروجیشون یکسانه. اگر سوالی دارید که هنوز جوابشو پیدا نکردید، اون رو توی کامنت از ما بپرسین، حتما جواب میدیم. مرسی که نگاهتون رو با ما ندیده کردید.